سلام با ما همراه باشید با مشروع خبرهای امروز من بردیا جلالی هستم ابتدا سرخط خبرها پیش بینی افزایش قیمت بنزین باشی به تون در نشست دولت و مجلس از سرگیری صادرات شرکت فرانسوی رنو به ایران واکنش مقامهای های ایران به آخرین گزارش احمد شهید با تصویب کلیات بودجه سال آینده ایران در جلسه دیروز مجلس از امروز بررسی جزئیات آن کلید خورد و به نظر میرسد نحوه اجرای محله دوم هدفمندسازی یارانه ها همچنان پاشنه آشیل دولت باشد. دولت حسن روحانی که این قانون را از دولت پیشین تحویل گرفته حالا با گذشت چند سال از اجرای آن میراستار طبعات منفی آن هم شده. شاید به همین دلیل است که در مورد نحوه اجرای این قانون صداهای متفاوت و گاه متناقضی از مردان دولت یازدهم به گوش میرسد از رئیس جمهوری تا وزیر اقتصاد امروز برخی رسانه های ایران از جمله جامعه جمع آنلاین خبری را منتشر کردند که بر اساس آن حسن روحانی در نشست دولت و مجلس گفته در مواردی همانند بنزین که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد شیب تندی در افزایش قیمت ها خواهیم داشت خبری که البته به نقل از برخی نمایندگان مجلس همچون عبدالرضا مصری در اختیار رسانه ها قرار گرفته در همین حال علی طیب وزیر اقتصاد ایران در اظهار نظری متفاوت گفته در اجرای هدفمندسازی یارانه ها قیمت حامل های انرژی با شیب ملایمی اصلاح می شود تا به این ترتیب این اقدام تأثیری منفی بر اقتصاد و یا نرخ تورم نگذارد در لایحه بودجه دولت برای سال 1393 افزایش میانگین 33 درصدی حامل های انرژی پیشنهاد شده برخی نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی نماینده تهران هشدار دادند که افزایش قیمت حامل های انرژی به دو برابر شدن قیمت ها تورم چل درصدی بیکاری و توزیع نابرابر درآمدها منجر خواهد شد دیروز برخی از روزنامه های تهران از حذف سی درصد از یاران بگیران و افزایش دو برابری قیمت بنزین به عنوان دو پیشنهاد اصلی نمایندگان مجلس و مقام های دولتی برای تغییرات هدفمندی یارانه‌ها ها در سال 93 خبر داده بودند. پیشتر در گفتگو با علی جلالی روزنامه از این تناقض پرسیدیم. صحبتی که شده در رابطه با فرمایشات آقای روحانی ایشون ظاهرا عنوان کردن که قرار قیمت سوخت شیب تندی داشته باشه چرا چون گفتن که در بحث مربوط به تولید ما مشکلی نداریم و اگه بخوایم بنزین رو افزایش بدیم به بحث مربوط به تولید و مسائل اینطوری تأثیر نخواهد گذاشت در حالی که در خبرهایی که منتشر شده خانم سکینه عمرانی نماینده مردم سمیروم اشاره کرده به سخنان رئیس جمهور و به این موضوع که آقای رئیس جمهور گفتن ما در مواردی که مربوط به بحث تحریر قیمت حامل های انرژی باشه این بحث به خالتی به امر تولید نداره پس ما میتونیم که قیمت سوخت و بنزین رو با شیب تونتری افزایش بدیم چیزی که بحث هست اینه که امروز آقای تایب نیا صحبت دیگه ای کردن و گفتن که بحث حامل های انرژی و نرخ سوخت و اینها رو با شیب ملایم پیگیری میکنن اگر که این تناقض در صحبت های روحانی و آقای تایب نیا دیده میشه شاید دلیلش اینه که هشدارهایی که های مجلس دادن بحثهای کارشناسی که چند روز گذشته مطرح شده یه مقدار به دولت این توجه رو داده که افزایش قیمت سوخت به این شکلی که قبل از این صحبت شده و هنوز هم تاکید روش نشده میتونه باعث افزایش شدید قیمت شکر و مسئله دیگه تو اقتصاد کشور باشه شاید به این دلیل آقای نیا خواستن که این قضیه رو یه مقداری تلطیفش بکنن ببینید باید اینه در نظر بگیرید که آقای نیا افتخار میکنه به اینکه تونسته تورم رو از ماهانه به صورت نیم درصد کاهش بده و خودشون رو موفق میدونن تو بحث کاهش تورم خب صد درصد با افزایش نرخ سوخت اون هم با یک شیب تند با این قضیه کاملا منتفی میشه و دوباره کشور با یک تورم دیگه روبرو میشه در حالی که تورم ما در الان تورم رکودیه و این قضیه میتونه تاثیرات بسیار منفی داشته باشه بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها قیمت حامل های انرژی باید افزایش یابد. از آقای جلالی همچنین پرسیدیم اگر آنطور که وزیر اقتصاد ایران میگوید قیمت بنزین که بخش مهمی از حامل های انرژی است به صورت محتاطانه ای افزایش یابد دولت چه گزینه های جایگزینی دارد؟ ما وقتی که صحبت از بالا رفتن قیمت سوخت میشه در زمانی که ما صحبت از بودجه کشور میکنیم و هدفمندی یارانه ها مطرح میشه قیمت سوخت قراره که در قالب هدفمندی یارانه ها افزایش پیدا بکنه خب قانون هدفمندی یارانه ها راه های دیگه ای هم پیش پاشون گذاشته ما الان با مشکل یارانه ها دولت رو به روز سنگینی که بهش رسیده و مشکلات بسیار بزرگی اقتصادی که بر سر هست خب دولت میتونه از راه های دیگه ای هم برخی از مشکلات رو حل بکنه این رو البته باید در نظر داشت که به هر حال ما تورم رو خواهیم داشت قیمت سوخت هم باید افزایش پیدا بکنه راه دیگه برای دولت نمیمونه ولی اینکه شیپ باشه یا شیپ کند باشه برمیگرده اینکه دولت بتونه جبران مافاد در جای دیگه بکنه ببینید دولت سالانه 42 و دو هزار میلیارد تومان از اعتبارش رو دور میریزه اعتبار کشور رو به چه دلیل به طور نمونه وقتی دولت میاد به پنج وکیل دادگستری چهار نفرشون یارانه میده وقتی میاد از بین دویست و هفتاد نماینده مجلس به صد و هفت نفر یارانه میده ده هزار پزشک از میون ده هزار پزشک 9600 هزار نفر یارانه میگیرن و همطور در موارد بسیاری دیگه ای هست خب 42 دو هزار میلیارد تومن از کشور هر این مسائل میشه در حالی که میتونه در بحث های دیگه تو قانون هدفمندی یارانه ها این پول لحاظ بشه در جاهای دیگه و فشار به بخش دیگه کمتر بشه اما من در نهایت این رو عنوان بکنم که دولت چاره ای نداره قیمت سوخت باید افزایش پیدا بکنه اما اینکه به چه مقدار افزایش پیدا بکنه دو برابر بشه یا یعنی با یک شیب ملایم پیش بره اینها مسائلی هست که دولت باید خودش تشخیص بده در حالی که پیش از این هم دولت اعلام کردن که یک بسته ای داره با سی محور برای کنترل تورم و رفع مشکلات اقتصادی باید منتظر بود و دید که این بحث به چه صورت عمل خواهد کرد این در نظر باید داشته باشیم که دولت با کار بسیار بسیار مشکلی روبرو گفتگوی ما را با علی جلالی روزنامه‌نگار در مورد نحوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شنیدید. همزمان از مجلس خبر میرسد نمایندگان بهارستان در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه تصویب کردند که 31 درصد از درآمدهای نفتی کشور به صورت به صندوق توسعه ملی واریز شود به این ترتیب بانک مرکزی موظف شده تا هر ماه این سهم را به خزانه داری کل کشور واریز کند صندوق توسعه ملی جایگزینی برای صندوق ذخیره ارزی محسوب می شود صندوقی که در دولت محمود احمدی نژاد به دلیل برداشت بیرویه از ذخایر آن خالی شد در مورد میزان ذخایر صندوق توسعه ملی تا کنون آمارهای مختلفی منتشر شده آمارهایی از 32 میلیارد دلار تا حدود 55 میلیارد دلار و حالا اخبار کارگری امروز هادی حسینی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان کارگران شاغل در پروژه مسکن مهر شهرستان رامیان چندین ماه است که حقوقی دریافت نکردند. اکبر شوکت دبیر خانه کارگر استان قم وزارت کار سلامت انتخابات نهادهای کارگری را تضمین کند. ایران با واکنش به نطخ سالانه رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران آن را غیرسازنده و غیرواقع بینانه دانست. مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سخنان باراک اوباما را حاوی تعبیری ناقص و از تکبر دانسته خانم افخم همچنین گفته که توهم تاثیر تحریم ها بر علاقمندی ایران به مذاکرات هسته ای تفسیری کاملا اشتباه است او به مقام های آمریکا درباره فراموشی نسبت به پایبندی و تعهد متقابل به وظایف خود در چارچوب توافق هسته ژنو هشدار داده باراک اوباما دیروز و در پنجمین سخنرانی سالیانه خود در کنگره این کشور به مقامهای ایرانی هشدار داده بود که اگر از فرصت دیپلماتیک موجود استفاده نکنند اون نخستین کسی خواهد بود که تحریمهای بیشتری را علیه تهران طلب خواهد کرد رئیس جمهوری آمریکا همچنین با تروریست خواندن حزب الله ایران را به حمایت از این گروه متهم کرد کمتر از یک هفته پیش بود که مسئولان شرکت فرانسوی رنو اعلام آمادگی کرده بودند تا به محض کاهش یا برداشته شدن تحریم ها به ایران بازگردند تمایلی که البته پیش از آن هم و پس از توافق هستی ایران و قدرت های جهانی مطرح شده بود حالا خبرگزاری رویترز به نقل از ژل نورمان رئیس منطقی شرکت خودروسازی رنو اعلام کرده این شرکت صادرات خود به ایران را از سر گرفته و انتظار دارد تولید خودروهای آن به تدریج در شش ماه نخست امسال در ایران مجددا آغاز شود. تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران با هدف قرار دادن صنایع تولید خودرو و قطعات خودروی ایران مانع همکاری شرکت های بزرگ جهان با صنایع ایران در این زمینه شد اقدامی که به گفته مقام های ایرانی ضررهای میلیارد تومانی را در این بخش صنعت ایران به دنبال داشته در همین حال دولت سوئیس اعلام کرده ممنوعیت تجارت فلزهای گرانبها با ایران را در پی توافق هسته اخیر ایران و قدرت های جهانی به حالت تعلیق درآورده خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دولت سوئیس نوشته که شرکت های بیمه و حمل و نقل دیگر مجبور نیستند تا گزارش فعالیت های مربوط به خرید محصولات پتروشیمی ایران را ارائه کنند این تحریم ها تا ماه آگوست به حالت تعلیق در اومدن. و حالا یک جمله یک خبر روزنامه وطن امروز دولت به چمدان قسطی غربی ها چشم دوخته است علی جنتی وزیر ارشاد سینماگران به جای فیلم های تلخ آثار شاد بسازند روزنامه جوان کسی نباید بگوید بالای چشم توافق نامه جنف ابروست اخزر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مسائل سوریه ساعتی پیش در کنفرانسی خبری گفت فشارهای آمریکا و روسیه هیچ تغییری در موازه دو طرف سوری ایجاد نکرده است. اکثر ابراهیمی همچنین افزود همه طرف ها اتفاق نظر دارند که تروریسم در سوریه رواج یافته است به گفته اکثر ابراهیمی در حال حاضر اولویت مذاکره مذاکره کمک رسانی به مردم شهر همس و خارج کردن آسیب دیدگان از این شهر است ابراهیمی در عین حال افزود از ورود 600 سبد غذایی به اردوگاه یرموک خبر داد ورود کمک های بشر دوستانه به سوریه و رفع حصر برخی مناطق تحت محاصره از توافق اولیه حاصل شده میان هیئت دولت سوریه و هیئت مخالفان دولت سوریه در چارچوب مذاکرات ژنو دو است به گزارش خبرگزاری ها در, جلس در جلسات امروز هیئت نمایندگی اپوزیسیون سوریه طرح دولت برای مبارزه با تروریسم در سوریه که در چارچوب ژنو یک آماده شده بود رد کرد. به گفته لویی سافی سخنگوی ائتلاف اپوزیسیون سوریه دولت و معارضان بر شش مورد اختلاف نظر دارند که آتش بس و رفع حصر برخی مناطق برخی مناطق تحت محاصره دولت از آن جمله است بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد با اعلام گفتگوهای صلح سوریه در ماه آینده میلادی گفتگوهای جاری در ژنو را همراه با پیشرفت توصیف کرده است. بانکیمان که برای شرکت در کنفرانس مونیخ در آلمان به سر میبرد با اشاره به اینکه پایان این دور از گفتگوها فردا به پایان خواهد رسید هدف از این مذاکرات را اجرای کردن اقداماتی مشخص برای کاهش درد و رنج مردم سوریه عنوان کرده دبیر کل سازمان ملل افزود که هیئت دولت و هیئت نمایندگان اطلاف اپوزیسیون سوریه فردا در پایان اولین دور از مذاکرات روند و سیر گفتگوها را به مقامهای خود انتقال خواهند داد و گفتگوها در ماه فوریه ادامه پیدا خواهد کرد. آقای بانکیمون اما زمان دقیق مذاکرات را اعلام نکرد. در همین حال فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه در گفتگویی با شبکه خبری المیادین از شروع دور بعدی مذاکرات هیئت دولت سوریه با اپوزیسیون این کشور و اخزر ابراهیمی فرستاده ی سازمان ملل در امور سوریه از 11 فوریه در ژنو خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری ها زمان دقیق مذاکرات آینده میان گروه های سوری قرار است فردا و به صورت رسمی از سوی اخزر ابراهیمی اعلام شود. در این حال خبرگزاری ها به نقل از احمد جربا رئیس اطلاف ملی اپوزیسیون سوریه گفتند او از سوی دولت روسیه به این کشور دعوت شده. بنابر این گزارش ها احمد جربا این دعوت را پذیرفته است دولت روسیه یکی از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می رود. در همین حال ستاد کل ارتش ترکیه از بمباران مواضع گروه دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش وابسته به القاعده در شمال سوریه خبر داد طبق بیانیه ستاد کل ارتش ترکیه جنگنده های این کشور شب گذشته یک کاروان حامل اسلحه متعلق به گروه داعش را مورد حمله قرار داده و آن را کاملا نابود کردند این نخستین باری است که ارتش ترکیه گروه های تندروی وابسته به القاعده را در سوریه مورد هجوم قرار می دهد. بمباران مواضع داعش توسط ارتش ترکیه دو روز پس از تیراندازی افراد این گروه به سوی کامیون‌های حامل نظامیان ارتش ترکیه در منطقه کوبانبک در نزدیکی شهر کلیس در شرق ترکیه صورت می‌گیرد. ترکیه به عنوان یکی از مدافعان گروه‌های مخالف سوری از بزرگترین مخالفان بشار اسد در منطقه است. حمله افراد مسلح به یک ساختمان دولتی در شهر بغداد 20 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری های دولتی عراق، چهار فرد مسلح با حمله به ساختمان مرکزی ملی حقوق بشر در شرق بغداد ادهی را به گروگان گرفتند. بنابر این گزارش، نیروهای ارتش عراق موفق به بازپسگیری این ساختمان و آزاد کردن گروگان ها شدند. در جریان این درگیری ها سه نفر از گروگانگیران نیز کشته شدند. از سوی دیگر باز هم در بغداد انفجاری انتحاری پنج کشته و یازده زخمی بر جای گذاشت. پایگاه خبری المسلط به نقل از یک منبع در پلیس استان بغداد نوشته است که مواد منفجره در یک خودرو در منطقه الکسره در شمال بغداد جاسازی شده بود. از سال گذشته میلادی تا کنون درگیری ها در عراق به اوج خود رسیده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه با استناد به آماری که از مقام های امنیتی و امدادگر گرفته تنها در ماه جاری میلادی آمار کشته ها در عراق از 900 نفر فراتر رفت. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین به دلیل ابتلا به عفونت حاد تنفسی و تب برای مدتی به مرخصی رفته است. به گزارش خبرگزاری شدود پرس، دفتر رئیس جمهور اوکراین با انتشار بیانیه‌ای این خبر را اعلام کرده اما مشخص نکرده که مرخصی رئیس جمهور تا چه زمانی به طول می‌انجامد. خبر مرخصی استلاجی یانوکوویچ در حالی منتشر شده که اعتراضات ضد دولتی در این کشور همچنان ادامه دارد. معترضان ساختمان های دولتی را اشغال کرده و خواستار برکناری رئیس جمهور اوکراین و برگزاری انتخابات هستند. روز سهشنبه میکولا آزاروف نخست وزیر اوکراین که معترضان او را مسئول برخورد با خود میدانستند از سمت خود کنارگیری کرد پیشتر نیز پارلمان اوکراین پیشنهاد رئیس جمهور را در مورد عفو مشروط فعالان و معترضان بازداشتی تصویب کرد اما مخالفان گفتند که همچنان به تجمعات اعتراضی ادامه می‌دهند. بحران کنونی اوکراین زمانی آغاز شد که دولت این کشور توافقنامه گسترش همکاری با اتحادیه اروپا را امضا نکرد و در عوض اعلام کرد که ترجیح می دهد روابط تجاری و اقتصادی خود را با روسیه گسترش دهد. روسیه پیشنهاد کرده بود که در اعضای گسترش روابط با اوکراین به این کشور کمک مالی می کند. و حالا سری میزنیم به آنسوی میله زندان. دو زندانی متهم به قتل در زندان مرکزی ارومیه برای اجرای حکم به قرنطینه زندان منتقل شدند. حمید بابایی دانشجوی دکترا در دادگاه بدوی به ده سال زندان محکوم شد. با گذشت شش روز از بازداشت دانال انجابادی، فعال دانشجویی و مدنی کرد از سرنوشت او هیچ اطلاعی در دست نیست. کمیته حمایت از زندانیان محروم از درمان با برخی از اعضای اتحادیه اروپا در مورد وضعیت زندانیان ایرانی دیدار کرد. عزیز اکبریان نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی 16 هزار زندانی در زندان قزل حصار در راستای کاهش زندانیان استان کرج به سایر استانها منتقل شدند. سرانجام پس از انتشار خبرهای زد و نقیز در مورد استعفای محمد علی نجفی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری امروز پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران خبر داده که حسن روحانی با استعفای او موافقت کرده بر اساس این خبر مسعود سلطانی فر عضو شورای شهر تهران جایگزین آقای نجفی در سازمان میراث فرهنگی شده و آقای نجفی هم به سمت مشاور رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب شده است. آقای نجفی در حالی از سازمان میراث فرهنگی می روید که خبرگزاری خانه ملت دیروز گفتگویی با او انجام داده که در آن آقای نجفی رفتن خود را از این سازمان تکذیب کرده بود. اصرار آقای نجفی بر استعفا و حفظ سلامت جسمی از دلایل استعفای رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی ذکر شده. محمد علی نجفی پیش از کوچ کردن به ساختمان آزادی گزینه نخست آقای روحانی برای وزارت آموزش و پرورش بود و پس از رأی عدم اعتماد مجلسیان به او نجفی با حکم رئیس جمهوری راهی ساختمان سازمان میراث فرهنگی شد ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه با انتقاد از گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران دستگاه قضایی را در ایران کاملا مستقل دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای رئیسی عدم استقلال قوه قضایی از سوی احمد شهید را نوعی تهمت دانسته اما در این حال گفته البته ممکن است در فرایند قضایی دادگاه و مرجع بالاتری نظر دیگری داشته باشند. در همین حال صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران با دفاع مجدد از مجازات اعدام میگوید این مجازات در قوانین بسیاری از کشورها از جمله آمریکا نیز وجود دارد با این تفاوت که آنها با چنین فشارهایی از سوی مدعیان حقوق بشر مواجه نیستند آقای لاریجانی همچنین پیشنویس آخرین گزارشگر ببخشید آقای لاریجانی همچنین پیشنویس آخرین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران را سرشار از موارد دروغ، خلاف واقع و استنباطهای نادرست دانسته. آخرین موزه رسمی منتشر شده درباره وضعیت حقوق بشر در ایران توسط احمد شهید ده روز پیش منتشر شد. در این گزارش از دولت ایران خواسته شده بود تا با توقف فوری صدور و اجرای حکم اعدام روند روبه رشد این مجازات در کشور را متوقف کند. ایران به دلیل آمار بالای اعدام همواره از سوی نهادهای بین المللی مورد انتقاد بوده. در گزارشی که چند ماه پیش از سوی سازمان عفو بین الملل اعلام شد، ایران دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام در جهان معرفی شده. اینها نشان میده که این دنبال این هستن که به هر وسیله تمسک کنن برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی و خیلی در پس معرکه واقعا چون نه فقط مسئولین این کشور گوششون به دهکار حرفا نیست مردم و ما هم این حرفا رو گوش نمی یه ایده و هدفی دارن اسلام برایشون مثل یک نورانیتی است که دنبال این هدف هر کجا که باشی میرن کار می این حرفانه دارن شما یک ارز میکنم ایدولوژی لیبرالی رو میخواد تحکیم به ملت ما کنیم کجا زیر بار این حرفا خواهند رفت حادی راشدی و حاشم شعبانی دو زندانی عرب اهوازی که از مدتی پیش خبری از آنها در دست نبود اعدام شدند. به گفته ی فعالان عرب ایرانی و مدافعان حقوق بشر ماموران امنیتی به اعضای خانواده این دو اعدام آنها را اطلاع دادند. اما هنوز جزئیات زمان دقیق اعدام این دو نفر و محل دفن آنها منتشر نشده. هفته پیش 13 گروه فعال در زمینه حقوق بشر در بیانیه نسبت به سرنوشت آقای شعبانی و آقای راشدی ابراز نگرانی کرده بودند. به گفته فعالان حقوق بشر این دو نفر از 16 آذرماه سال جاری از زندان کارون به مکان نامعلومی منتقل شدند. گفته می شود که آقایان شعبانی و راشدی از بنیانگذاران یک سازمان فرهنگی به نام الحوار بودند. ساعتی پیش گفتگوی انجام دادیم با کریم دهیمی فعال حقوق بشر که با خانواده این دو فرد اعدام شده در ارتباط است و از او درباره جزئیات بیشتر این اعدام ها پرسیدیم. تی تماس تلفنی از ستاد خبری یا نیروهای اطلاعات اهواز به خانواده ها میگن که فرزندان شما رو اعدام کردیم به خانواده هادی راشیدی و هاشم شعبانی بعد از اینکه این قضیه این خانواده ها مراجعه میکنند به ستاد خبری واقع در شهر احواز و نیروهای اطلاعاتی این خبر رو تأکید میکنند که ما این دو نفر رو سه چهار روز پیش اعدام کردیم و بعدا محل دفن رو به شما خواهیم گفت یعنی در واقع به آنها نگفتن که جسد رو تحویل میدن بلکه فقط گفتن محل دفنش رو به شما خواهیم گفت خانواده ها موقعی که خبر منتشر میشه دانش آموزای این دوتا دبیر هاشم شعبانی نژاد دبیر ادبیات عرب و هادی راشدی دبیر شیمی شهر خلفیه یا رامشیر دانش و جوانان منطقه جمع میشن و یزله یا همون پایکوبی و شعر رو میگن برحال نیروهای امنیتی میان چند نفر رو دزگیر میکنن و به خانواده ها میگن که حق برپایی مراسم و تعذیر رو در مسجد ندارید و فقط وقت دارید به چهار ساعت داخل خود منزلتون بعد از آن اگر هم تجمعی رو ما مشاهده کردیم با شما برخورد خواهیم کرد سازمان های حقوق بشری میگویند وضعیت حقوق بشر در ایران با روی کار آمدن دولت حسن روحانی تغییری نکرده از آقای دهیمی به صورت ویژه در مورد وضعیت فعالان عرب در ایران پرسیدیم و از اینکه آیا از زمان روی کار آمدن دولت روحانی وضعیت فعالان عرب در ایران چه تفاوتی کرده؟ متاسفانه دولت جدید همون روی کردی که در دولت احمد نجار رو به کار برد در حق فعالان سیاسی و فرهنگی عرب دولت روحانی هم همین فشارها و هیچ تفاوت متاسفانه در برخورد با فعالان سیاسی و فرهنگی نشده ما میبینیم روحانی اخیرا به شهر احواز آمد و شش دقیقه به زبان عربی صحبت کرد این شش دقیقه شش در واقع در قبالش شش فعال عرب چهار نفر اهل شهر فلاحیه یا شادگان به صورت مخفیانه و دست جمعی ادام شدن و تا الان هم پیکر آنها و نه محل دفن آنها به خانواده ها گفتن و دیروز هم دیدیم که هاشم شعبانی و هادی راشدی رو هم خبر اعدامشون اومد این رو باید بگم که این اعدام های مخفیانه روندی است که متاسفانه از سال 2012 تا الان ما نزدیک ده نفر در واقع به صورت مخفیانه و بدون اینکه محل دفنشون و وقت حتی وقت اعدامشون یعنی در چه زمانی و در چه جای اعدام شده رو ندادن و هیچ اختلافی رو ما نمیبینیم نه در بین دولت احمد نجاد و نه دولت روحانی و در واقع همون روی کرد همون روندی رو... که قبلا مقامات غذایی و مسئولین امنیتی برخورد میکنن با فعال همچنین ادامه داره و هم بیشتر میشه چون که ما یک سری دستگیری های اخیرا هم داریم و شاهد بودیم که در یک مراسم تعزیه مراسم و تعزیه یک شاعر عرب نزدیک پنجاه نفر رو هم در شهر فلاحیه دستگیر کردن گفتگوی ما را با کریم دهیمی فعال حقوق بشر در مورد اعدام دو فعال عرب در ایران شنیدیم اعتراض سنفی کارگران شرکت آسفالت توس نسبت به اخراج دبیر انجمن سنفی کارگران این شرکت بازداشت 20 نفر از کارگران را به دنبال داشت. این شرکت پیمانکار نیروی انسانی معدن چادر ملوست و بازداشت آنها به گفته احمد کمالی فرماندار اردکان به دنبال شکایت کارفرما بوده. پیش از این و در آذر ماه سال جاری نیز حدود 800 کارگر معدن چادرملو در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه میخوانند دست از کار کشیده و در محل کار تجمع کرده بودند به گزارش خبرگزاری ایلنا فرماندار اردکان با تایید حکم اخراج بهرام حسنی نژاد دبیر انجمن سنفی کارگران این شرکت توقف تولید از سوی کارگران را قابل توجیه ندانسته است و حالا نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران امروز دلار با 130 ریال کاهش نسبت به روز چهارشنبه در بازار تهران 29300 ریال فروخته شد. پوند با 250 ریال کاهش 48450 ریال به فروش رفت. و نرخ فروش یورو نیز با کاهش 300 ریالی نسبت به روز گذشته 40100 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید هم با 48 هزار ریال کاهش نسبت به چهارشنبه 8 میلیون و 722 هزار ریال در بازار تهران معامله شد. فریدون فروغی خواننده و نوازنده پاپ ایرانی در نهم بهمن ماه سال 1329 به دنیا آمد. 16 ساله بود که وارد دنیای موسیقی شد. ابتدا به خواندن ترانه های غربی روی آورد اما در دهه 50 از این نوع موسیقی فاصله گرفت و به خواندن ترانه های فارسی روی آورد. در اوج مبارزات مردم علیه حکومت شاه فروغی با انتشار آلبوم بوتشکن همراهی خود را در حرکت اعتراضی مردم نشان داد اما یکی از ترانه های ماندنی او یار دبستانی بود. ترانه ای که بارها توسط خواننده های دیگر بازخوانی شد و سالهاست که در حرکت های اعتراضی و دانشجویی خوانده می شود. کسی که روزی با انقلاب مردم علیه حکومت پهلوی همراه شده بود خیلی زود به سرنوشت بسیاری از هممسلکان خود گرفتار شد و از خواندن من شد. پرونده زندگی فریدون فروغی در مهرماه سال 80 بسته شد. بسته شدن پرونده زندگی این خواننده محبوب اما پایان حضور صدای او در عرصه موسیقی کشور نبود.

ممنون از اینکه با این بخش خبری با ما همراه بودید شب روزتان خوش و خدا نگهدار